تخلیه نفتکشی که مدت هاست مضمون به حمل نفت خام توقیف شده ایرانه روز شنبه 28 مرداد و با وجود تهدیدهای رژیم علیه کشتی‌ها در خلیج فارس در نزدیکی تکساس آغاز شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای سیملقایی با سلام به شما، خیلی ممنون که برای این گفتگو اومدین. اگه بشه لطفا توضیح بدین که تخلیه نفت این نفتکش در آمریکا به رغم تهدیدهای سپاه بیانگر چیه و چه پیامی برای حکومت ایران داره؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی. بله، همونطور که شما هم فرمودید شنبه 28 مرداد ماه بود که خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر از تخلیه این محموله نفتی کشتی در حقیقت توقیف شده توسط آمریکا داد. کشتی که میدونیم از جزیره خارک این محموله رو بارگیری کرده بود و ماها بر روی دریای چین، دریای شرقی چین، نزدیکای آب‌های کشور سنگاپور اونجا ساکن مونده بود و به یک بار فایننشال تایمز گزارش داد که این کشتی بدون هیچ اطلاع قبلی به سمت خلیج مکزیک در حال حرکت و پس از مدتی بود که دیدیم این کشتی در یکی از بندرهای ایالت تگزاس آمریکا پهلو گرفت. البته نگفته نمونه که ردیابی این کشتی از طریق بنیاد همبستگی ایران غیر اتمی، همبستگی برای ایران غیر اتمی که در آمریکا هستند انجام شد و اونجا بود که ثابت شد این محموله محموله‌ای که برای قاچاق رژیم برای فروش روی دریای چین فرستاده، میخواد تحریم‌ها رو دور بزنه و شروع کردن از طریق سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا به دولت بایدن فشار آوردن که این تناقض در گفتار و کردار خودش رو بایستی به شکلی کنار بذاره. نمیشه که از طرفی بیا صحبت سر این بکنه که ما تحریم ها رو داریم به رژیم اعمال میکنیم، از طرف دیگه بخواد به همین راحتی چشمش رو سر دور زدن تحریم ها توسط رژیم در حقیقت ببنده. این فشارها بالاخره جواب داد. شنبه شب دیدیم که آسوشیتد پرس خبر داد و گفتش که کشتی کنار این کشتی پهلو گرفته. بلافاصله همین خبرگزاری آسوشیتد پرس در ساعت‌های اولیه روز یک شنبه خبر از این داد که تخلیه این کشتی و محموله این به کشتی مجاور خودش شروع شده و فکر می‌کنم طی روزهای آینده بایستی منتظر این باشیم که با اجازه‌ای که از دادگاه‌های آمریکا گرفته میشه این محموله که حد زده میشه حدود 56 میلیون دلار ارزشش باشه رو مصادره بکنن و گویا قراره که در اختیار قربانیان تروریسم رژیم در ایالات متحده قرار بگیره و از اونجایی که این رژیم در ترور فوق‌العاده سابقه طولانی داره فکر نمی کنم این مسئله زیاد به طول بینجامه. اما مسئله اصلی در حقیقت اینه، فرمودید بیانگر چیه؟ این بیانگر خفت، بیانگر ذلت رژیم، بیانگر ضعف رژیمه که بدون اینکه بدون هیچ کاری انجام بده میبینید که کشتیشو برمیدارن، حتی با اینکه میبینیم کشتی با پرچم جزایر مارشال هم بوده نه به پرچم ایران، برمیدارن میبرن اونجا و محمولشو تخلیه میکنن و قراره که پولش رو هم تحویل قربانیان تروریستش بدن. این در حقیقت عرض کردم خدمتون جز ضعف رژیم، چیزی که رژیم شدت میخواد این رو پنهان بکنه نیست و این پیامش هم برای رژیم اینه که این تنشی که ما بین آمریکا و رژیم و یا غرب بهتره بگم با رژیم سر ترانزیت سوخت از خاورمیانه از تنگه هرمز به دنیای آزاد هست مطمئناً در طی روزهای آینده بیشتر و بیشتر میشه و این تنش رو رژیم نمیتونه به هیچ وجه پنهان کنه. منم بعید میدونم که کیهان الان مقاله‌ای در این رابطه بنویسه. خب یک سوال بعدی که من دارم اینه که ما شاهد این هستیم که نزدیک به 3000 ملوان یا تفنگدار دریایی در خلیج فارس مستقر شدن. از یه طرف هم خب شاهد مذاکراتی بودیم، آزاد شدن 6 میلیارد دلار از سرمایه بلوکه شده در کره جنوبی و تبادل گروگان‌ها.
آیا تناقضی شما در این سیاست و این حرکات و فعل و انفعالات نمی‌بینید؟ ببینید، مطمئنن این تنش ها بیشتر و بیشتر خواهد شد، چون ماهیت رژیمه که عوض که نشده، رژیم همون رژیم وحشی یاغی تروریسته. بنابراین هیچ گونه انتظاری نخواهیم داشت که بخواد این تناقض به شکلی بخواد عوض شه. نه، این رژیم مطمئنا به سوی تنش ها خواهد رفت و این تنش ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. اما نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم خدمتتون اینه، من در بسیاری از بحثام به این مسئله سعی میکنم اشاره بکنم، الان ما در یک برهه تاریخی بسیار بسیار مهمی به سر میبریم. ما در آستانه سالگرد بزرگترین خیزش مردمی قرار داریم و این که شاید این رژیم شیطانی بخواد دو مرتبه بحران ایجاد بکنه، بخواد نمیدونم تنشی در منطقه ایجاد بکنه که از طریق این تنش افکار عمومی رو از قیام سراسری به دور بکنه. بعد خیلی هوشیار باشیم. خطاب من به تمامی جوانهای انقلابی، کانونهای شورشیه، ما یک دشمن بیشتر نداریم. دشمن وجب به وجب خاک ایران رژیم ولایت فقیه، دشمن تک تک ملت ایران رژیم علی خامنه‌ایه که باید این سرنگون بشه. بنابراین بایستی هوشیار بود. این رژیم احتمال داره که دست به هر کاری بزنه. ما دیدیم به محض ورود ناوگانی که از طریق دریای مدیترانه طی هفته گذشته وارد دریای سرخ شده بود و 17 آگوست بود فکر میکنه از تنگه هرمز داشت عبور میکرد، تعدادی از این قایق‌های سپاه تروریستی پاسداران رو دیدیم در اطراف این ناوگان آمریکایی که اینها میتونستن هلیکوپترها رو هم برای خودشون حمل بکنن و قراره که به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین ملحق بشن. دیدیم که این قایق‌ها اومدن و مزاحمتی که تنها مزاحمتی که اونجا میتونستن برای این ناوگان، برای این ناو جنگی امریکایی ایجاد بکنن، فکر میکنم فقط مزاحمت صوتی بود. از اونجایی هم که خب دیدیم که روی عرشه کشتی همشون هدفون دارن، گوشی‌های در گوششون داشتن، فکر نمیکنم ضرر خاصی بتونن برسونن. اما این آرایشی که امروز، آرایش نظامی که ما در منطقه میبینیم، این اضافه شدن F-35 هایی که به نیروی سنتکام در خاورمیانه و در خلیج فارس اضافه شده، این 3000 تکاوری که شما فرمودید اضافه شده به این نیروها، اینا همه نمیتونه اتفاقی باشه. به نظر من کاملا با برنامه ریزی بوده و نیروی ایالات متحده خیلی خوب میدونه چطور داره انجام این کار رو انجام میده و اگر این محموله تخلیه شده، مطمئنن با ورود این ناو به خلیج فارس، ورود این 3000 نفر به خلیج فارس و اومدن F-35 به خلیج، همه در هم دیگه با هم دیگه در ارتباط هستش و رژیم به هیچ وجه من در وجودی هیچ کاری نخواهد تونستن مقابل اینا انجام بده. منم با شما هم نظرم، چون کمان که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی رژیم جرأت هیچ عملیات گستره علیه نیروهای خارجی در منطقه نتونسته بکنه، به جز اندک حملات ایزایی در سوریه. با سپاس بسیار از نکاتی که گفتیم و هوشیاری که دادین آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی که در این برنامه شرکت کردیم، بسیار ممنون. از وقتی که در اختیار من گذاشتید بسیار بسیار ممنونم. زنده باشید.